دریا با بازی فروزان دختریه که توی یه مثلث عشقی با ناخدا و مسلم گرفتار شده. ناخدا طاهر از مردم بندر در مقابل جور و اجحاف مسلم و دارو دستش حمایت میکنه و از طرفی از ازدواج اون با دریا هم خشم میگینه. این اتفاق باعث درگیری های عجیبی میونه این سه نفر میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. حالا حتما باید بیریم؟ آره. کی برمیگردیم؟ زور برمیگردم. بزنیم. سوخت؟ نه. تقصیر من بود؟ نه، تقصیر کبریت بود. پیش از رفتن میخواستم یه چیزی بهت بگم. خب بگو. وقتی برگشتی شاید من اینجا نباشم. واسه چی؟ خب باید برم دیگه. بیشتر از این نمیخوام مزاحم شما و خالم بشم. میرم تهرون که دوباره کار کنم. حالا بیا اونا رو. ولی من باید برم، دیگه نمیتونم بمونم. باید بمونی، ما به تو احتیاج داریم. ما کی؟ من یعنی من و خالت. ما این دو سه ماهی که تو اینجا بودی بهت عادت کردیم. من اومده بودم اینجا که فقط دو سه روز بمونم، الان 65 روزه. بمون دریا، بمون و هیچی نپرس. خالت مریضه، تو باید پیشش بمونی. میمونی؟ باشه ناخدا. بله، بیا بخواب. اومدم، ازت ممنونم. فیلم سلام بر عشق از آثار دیگه پرطرفدار کارنامه بازیگری مرجانه. مرجان تو این فیلم نقش زنی آوازخون به نام زریو بازی میکنه که ازدواجش با حبیب و بعد از اون درگیریش با مدیر کافه‌ای که اونجا کار میکنه باعث ماجراهای خطرناکی تو زندگیش میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. به حقیقت حق قسم تا به حال حتی دست این زن رو لمس نکردم. علتش هم این بوده که من همیشه تو رو دوست داشتم و حالا هم حاضرم برای اینکه بیشتر بهت ثابت بشه همین امشب بریم تو اون خونه، به اون پیر مرد و دخترش بگم تو زن رسمی و قانونی من هستی، بهش بگم که من کی هستم. بعد دستتو میگیرم و از این شهر میریم یه گوشه دنیا و با هم زندگی میکنیم. نه، تو نباید این کارو بکنی. چی؟ نباید این کارو بکنم؟ نه حبیب، نه. ها؟ چی؟ آخه چرا؟ چون اگه این راز فاش بشه مردم بفهمن که تو شوهر من هستی و بچه اونا یه بچه حروم زاده است، دوباره آبرو و حیثیت اون پیرمرد و دخترش تو این شهر میره. تو این مدت که من پیش اونا بودم فهمیدم که اون پیرمرد چقدر به تو علاقه داره. تو عصای دست اون هستی و اگه بفهمه که اصل قضیه چی بوده از غصه دق میکنه. هزار آفرین به معرفت تو. های بقا، تو باید به وجود همچیزنی افتخار کنی. های بقا، من مخالفه. نه نه، باشه باشه، ما این رازو فاش نمی کنیم. ما میریم تو اون خونه تا ببینیم سرنوشت چی میخواد. خب پس تا دیر نشده بریم. باشه. آخدا خودت سرنوشت ما رو زودتر معلوم کن. الهی. فیلم دلهای بی آرام با بازی ایرج قادری و فریدون فرخزاد محصول سال 1350. داستان راجع به دوتا برادره که یکی سرپرست معدنه و اون یکی مهندس معدن. این دو برادر بدون این که بدونن به یک دختر علاقه مند میشن. سرپرست معدن بعد از بازگشت از سفر و مطلع شدن از علاقه برادرش به این دختر خودش رو کنار میکشه، اما دختر مهندس رو دوست نداره. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. متاسفم فرهاد،
منم متاسفم. تو دیگه نمیتونی بری، حالا مجبوری بمونی. مثلا من نادر دیگه نمیخواد منو ببینه، بنابراین اونو به تو میسپارم. خدا نگهدار. دزد سیاه پوش، فیلمی با بازی بهروز وثوقی، پوری بنایی و تقی ظهوری، داستان دو برادره که تو کودکی طی حادثه ای از همدیگه دور می افتن و بعد از مدتی وقتی همدیگه رو پیدا می کنن که یکی معروف به دزد سیاه پوش شده و اون یکی نماینده قانون. از این پس حوادث زیادی رو اتفاق می افته که طی اونا دزد سیاه پوش نشون میده نمیتونه به زندگی طبیعی و درست برگرده و این طوریه که دو برادر مقابل همدیگه می ایستن. قسمت هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. حسین، میدونم که ناراحتی، ولی من چه تقصیری دارم؟ تو تقصیری نداری، من گناهکارم. نقشه من این بود که راوچای خونه چند تا میلیونر یاد بگیرم تا بتونم پولاشونو بزنم. اینطور حرف نزن حسین، من یقین دارم تو نظری نداشتی، تو گفتی من دوست داری. آره ولی دروغ گفتم. من از 5 سالگی با دزدی و دروغ و کلک بزرگ شدم. من به درد تو نمیخورم. تو باید با همسال خودت زندگی کنی. مثل اون شب تو داری از رو عصبانیت این حرفا رو میزنی. میدونم ناراحتت کردم. هیچ کس نمیتونه من ناراحت کنه. فقط الان ناراحتم که جلو شاینجونم دارم با یه زن غریبه حرف میزنم. یه جلو شاینجون. فیلم دختر شاه پریون درباره دزد جوونیه که قصد سرقت کلکسیون دختر ثروتمندیو داره. دزد جوان عاشق دختر میشه و اجازه نمیده که همدستش کلکسیون اونو بدزده. بعد از یک سری ماجرا سرانجام دختر دزد جوان رو به مرد دیگه‌ای که خواستگارش ترجیح میده و با اون ازدواج میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. سلامتی. دوست دارم جامش. ببین هر چی که بگم دوست دارم خوبه. مست کردی؟ نه باور کن. چه حالا که اون کلکسیون لعنتی از چشمام افتاده باید یکی جاشو پر کنه. اون یه نفرم تو هستی جمشی. حد فرمایشات الکل. کلکسیونو نشونت دادم، پس تو هم شهامت داشته باش. مثل من اقرار کن، بگو که دوستم داری. نمیگی؟ به سلامتی. دیگه بسته. میخوام بخورم. بسته. من میخوام مرش رو بخورم. چرا نمیذاری بخورم؟ مخلصه شما. بلنش بری. بلنش. کجا؟ من مرش رو میخوام. آهای درسان. درسان. درمکه یا.